سلام رفاق، خوبی؟ چه خبر؟ خیلی خوش اومدی به کانال خودتون. من مرو جمع برای شما دادم بازی فاندیشن یا ملت ها. بچه ها متاسفانه باید بگم که ما تو این جزیره ناشناس گم شدیم و رهبری گروهی از مردم رو به عهده گرفتیم که خب داشتن از گشتگی میمردن و به نظر میاد زیاد اوضاع خوبی نداشتن، تا اینکه ما دست به کار شدیم، تونستیم برای مردم و بچهای خورده خونه بسازیم، همینطور برای خودمون یه دونه تالار اینجا دادیم که خب به نظر تالار خیلی زیبایی میاد و الان همه کارگرامون دیگه مشغول به کار شدن و اینجا غذا داریم، آب داریم، به نظر میاد همه چی اوکی هستش. ولی من یه مشکل اینجا میبینم. من بچه سرباز خونه ای نمیبینم، من کسی رو نمیبینم که بتونه از ما محافظت کنه. روستای بدون نگهبان مگه میشه؟ به نظر میاد این پارت کارهای خیلی زیادی برای انجام دادن داریم. ما همینطور باید کلیسا هم بسازیم که باعث میشه مردم خوشحال بشه و بعد بتونیم که غذای متنوع تولید کنیم. اگه موافق باشید بزن بازی شروع بشه و کارگرامو مشغول به کار شم، ببینیم داستان از چه قراره. برای گرفتن سرباز یه پیام از سمت کلیسا. کلیسا متوجه فداکاری شما در راه خدا شده است و همین تصمیم گرفته که جایگاه ما رو ارتقا بده. من سپاسگزار کلیسا هستم. دم شما خیلی گرم. به زودی بچه‌ها کلیسای خودمون هم قرار ساخته بشه. مشکلی که داریم اینه که ما ابزار خیلی کمی داریم. بعد بچه‌ها سعی کنم که خورده ابزار وارد کنم. به نظرم بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که بذارید ببینم. بچه‌ها ما پارت قبلی تونستیم راه تجاریمون رو باز کنیم. الان میتونیم منابع رو بفروشیم. همینطور میتونیم ابزار هم بخریم. خب دوستانم که من یه خورده بچه تولز بخرم، ابزار بخرم، مثلا 20 تا میتونه کافی باشه. همون اول کار که نمیتونم یارو تولید کنم، میتونی خوردن بچه خب غذا بفروشیم. این حالا میوه زیاد به دردمون نمیخورن. بس تک کار که بچه خود غذای متنوع تولید کنیم. بذاریم داستان چیه؟ بر ما یه سری ساختمانهای جدید باز شده. ما میتونیم بزنیم تو کار تولید گندم، همینطور آرد و بعدش بزنیم تو کار تولید نون. بچه میتونه خیلی عالی باشه. به نظرم بعد اولین کاری که انجام بدیم اینه که سعی کنیم زمین بخریم. بچه ها پارت قبلی اجازه داد که زمین بخریم. ببینید ما اینجا مناطق زیادی نداریم و بعد درست تصمیم بگیم که میخوایم چه حرکتی بزنیم. مثلا میخوایم به درختای بیشتری دسترسی داشته باشیم، میخوایم منابع مثلا گوشتی بیشتری داشته باشیم، یا اینکه میخوایم بریم به سمت ماهیگیری. من داشتم کامنتاتونو که میخوندم، یکی از بچه ها واقعا نظر خیلی عالی داده بود و پیشنهاد داده بود که زمین دریایی رو بخریم، راهمون رو به سمت دریا باز کنیم و سعی کنیم که گایگای تجاری و گایگای ماهیگیری بگیریم. من نظرم میتونه ایده خیلی خوبی باشه. پس اگه موافق باشید بچه‌ها دوستان این زمینی که اینجا هستش رو بخریم. متأسفانه پول زیادی برامون نمونده، اجازه خرید زمین دیگه بهمون نمیده. اگه بخوایم ما زمینای بیشتری بخریم که با مالیات بیشتری هم پرداخت کنیم، خب ترجیح میدم فعلا زیاد ولخرجی نکنم و سعی کنم که مغازه بیشتری داشته باشیم. آره میتونه اینجوری خیلی خوب باشه. الان یکی از مشکلای اصلی که دارم اینه که سرویسمون پایینه و باید هر چه زودتر بتونیم کلیسا رو بسازیم. به نظرم بچا بیاید کاری کنیم. من دوستان به این چوبوره که اینجا دارین بگم که اینا رو بیخیال بشن و سعی کنن که از این قسمت ها چوب ببرن. بچه ها میخوام مزرعه‌مون رو کنار خونه هامون بسازیم که کارگرمون مستقیم بیان از اینجا کار کنن. به نظرم بهترین جا برای ساخت مزرعه میتونه مثلا شاید اینجا باشه. بچه ها توی این حالت خب 75 تا از همون سکه خواسته، مشکل نیستش. سعی کنید که اینو بسازید، ببینیم که میتونیم چجوری سرباز بگیریم. آیا ما تجهیزات مورد نیاز برای گرفتن سرباز رو داریم؟ گفته که میتونی اینجا بچه‌ها دیوارای چوبی رو برای خودت باز کنید، دیوارای سنگی رو باز کنید، یا اینکه وودن کیپ یه دونه قله باز کنی برای خودت. که من ترجیح میدم بچه‌ها قله رو باز کنم. قله پیش نیاز اصلی ساخت سرباز هستش. اگه بتونیم پیداش کنیم. کجا رفته؟ به طرز عجیبی نمیتونم پیداش کنم. ها اینها پیداش کردیم و خب این قراره علی چوبی ما باشه. نمیتونی فعلا سنگیشو بسازیم. منابع مورد نیاز رو نداریم. نظرتون چیه؟ کجا بسازم؟ میتونیم اینجا بسازیم که وسط شهرمون باشه. ولی خب نمیدونم. شاید مثلا بتونیم بچه‌ها اینجا بسازیمش، یا میتونیم دور از شهرمون، دور از روستامون بسازیم که اینجور چیزا رو بچه‌ها ارتشو اینا رو همیشه خارج از روستا میساختن. پس ترجیح میدم اینو تو این حالت بسازم. بعدش قراره براش یه دونه برج انتخاب کنیم. خب میتونیم اینو بذاریم بچه ها. نمیدونم از چه جالبی به نظر نمیاد. اینم که خب بد نیستش. آره میتونم بگم که بد نیستش. این خیلی ساده است، دوست ندارم. یا بعد اینو انتخاب کنیم، یا اینو که به نظر این اصلا چی میتونه بهتر باشه. بعدش میتونیم اینجا براش یه دونه در انتخاب کنیم. خب میتونه این دروازه رو بذاره اینجا، همینطور یه در دیگه هم میتونیم اینجا داشته باشیم که ابزار میخواد برای ساخت این.
فعلا مطمئن نیستم که بخوام از ابزار استفاده کنم. ما الان بچه همین الانش 90 تا تخت سنگ میخوایم، چیزی که اصلا ندارمش. ترجیح میدم اینجوری داشته باشیم. سعی کنیم که اول مزرعه‌مو اینجا بسازیم اگه بتونم پیداش کنم. کارگرم بچه‌ها مشغول به بریدن چوبای اینجا شدن. اوکی، مشکلی نداریم. تخت سنگ بعد تولید کنیم و همینطور بعد سعی کنیم که خورده ابزار به دست بیاریم دیگه. امیدوارم که هر چه زودتر شخصی بیاد که با روستای ما تجارت کنه و ما ابزار مورد نیازمون رو بخریم. خب چی شده؟ گفته منابعی برای جمع کردن نداریم. چرا پس؟ بذار من بچه چند تا اینجا ماینر استخدام کنم. به نظر میاد ما سنگمون خیلی کمه. چوبرامون که دارن اینجا رو میبرن. خوبه. همینطور شما هم میتونید حالا تو این حالت که نه از اینجا استفاده کنید که خونه بسازید برای خودتون. اگه کسی حس کرد که زیاد راحت نیستش اجازه داره که خونه‌شو بسازه. یه کوچولو به نظر میاد تو روستام بی‌عدالتی داریم. قضیه برمیگرده به خاطر ساخت و سازای زیاد و اینکه خود مارکتمون کمه. شاید بچه‌ها بهتر باشه که یه مغازه دیگه هم راه بندازیم و سعی کنیم که یه خود درآمدمون رو بیشتر کنیم. اینها یه دونه مارکت متأسفانه چی شده ها. باید مارکت رو انتخاب کنیم و ترجیح میدم یکی دیگه اینجا داشته باشیم دیگه، یعنی که نزدیک این میشه. نمیدونم حالا همینجا میذارمشون که بچه کارگرام همیشه اینجا استراحت میکنن. شاید بهتر اینجا باشه. سعی میکنم که یکم کنار خونه هامون بسازم و همینطور به نظر میاد ما اینجا پروموت داریم. ببینید بچه‌ها، افرادی که تازه وارد روستای ما شدن به عنوان تازه وارد هستن و نمیتونن از کلیسا اونجور چیزا استفاده کنن، پس ترجیح میدم که همشون رو به رعیت تبدیل کنم. حالا بقیه چیزا رو نمیدونم بچه‌ها. ما لباس اینا نداریم، پس نیاز نیست که اینا رو آپگرید کنم. لمون رو نگه داریم و تختامون هم که داره میاد بالا، اگه موافق باشید بریم برای ساخت این. ما هر چیز زودتر سرباز نیاز داریم. بله، هر چیز زودتر به سرباز نیاز داریم. چوبارامو دارن اینجا سعی میکنن که چوبا رو ببرن و کشاورزامون هم که دارن اینجا اینا رو میکارن. اما چه حس میکنم زمین زیادی به کشاورزامون دادم. بعد اینجا رو انتخاب کنیم و بهش میگم یه کوچولو از اینجا بیخیال بشه توی این حالت. همینطور اینجا هم بیخیال بشه و میتونید اینجوری بکارید دیگه. آها، الان بچه من از زنم خیلی 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 اوکی هستش. تو این حالت فعلا بکاره. ببین دوستا چهار آیا میتونه منابع مورد نیاز ما بده یا نه. خونه همون هم که حالا درست ساخته میشه. ما متاسفانه چوب نداریم. همینطور بچه‌ها حس میکنم که یه سه تا کارگر برای ما کافی نیستن. کلیسامون چی شد؟ آیا تونستیم کلیسا رو بسازیم؟ نه فعلا. ما یه دونه سنگ کم داریم. یه دونه سنگ کم داریم ولی خب به ما بچه‌ها همچنان سرویس رو داده. آهان، دارن از اینجا استفاده میکنن. با این چه بچه ما برجشو نساختیم، دارن از اینجا استفاده میکنن. همین از یه باعث شده که خوشحالی مردم به شدت بیاد بالا، ولی خب راحتشون پایینه. مردم گفتن که ما راحت نیستیم. دلش اینه که راحتی خونه هامون پایینه. بچه ها ببینید، ما اینجا یه دونه رنجی داریم. بذارم بچه ها کجا رفتش؟ فکر کنم باید این باشه. آره بچه ها ببینید، این مناطق سبزی که میبینید بچه ها راحتشون خیلی بالا هستش، ولی این سمت ها یه کوچولو راحتیمون پایینه. همینطور سمت معادن هم که خب راحتی دیگه فوق العاده پایینه، پس باید هر چیز زودتر خود پارک بسازیم یا یه جوری باعث بشیم که مردم فقط خوشحال بشن. باید هر چیز زودتر این قضیه رو درست کنم. میخوام ببینم که محبوبیتمون به 100% میرسه. آیا کارگر دیگه قرار نیستش به جمع ما ملحق بشه؟ نمیدونم، من کسی اینجا نمیبینم. برجمونم که خود زمان زیادی نیازه برای ساختنش. فعلا زیاد دستم باز نیستش. همینطور بچه یه چیزی چی شد؟ آها، کلیسامون کامل شده. بله بچه، کلیسامون بالاخره کامل شدش. کلیسایی که اینجا داریم واقعا به نظر میاد بچه شبیه کلیسا واقعیه و من اینجا میتونم بگم که چند بار کلیسامون به صدا در بیاد. مثلا میتونم بگم که رینگش 4 بار به صدا در بیاد، یا اینکه روزانه باشه، هر روز بچه بیاد اینجا رینگ رو به صدا در بیاره. 1 2 3 4 تموم شد بچه، 4 باره. خوبه، یه دونه کارگر به جمع ملحق شده. همینطور میتونیم صداش هم تنظیم کنیم. فکر کنم همین 30 بچه اوکی باشه. آره همین 30 میتونه اوکی باشه. یه کارگر جدید بیاد اینجا برامون کار کنه. یه خورده توی مزرعه‌مون کارگرمون خیلی کمه. خوب، خوشحالی مردم هم که بچه به شدت اومده بالا. هپینس 100%، یعنی بچه برای اولین بار به 100% رسیدیم. همینطور گفته که توی چوبوری کاری برای انجام دادن نداریم. خب میتونید بیایید از این قسمت ها استفاده کنید. هر چه که میتونید، از هر جو که میتونید چوب جمع کنید. خب اینم از این منابع چوبی منم که داره یواش یواش میاد بالا. همچنان ترجیح میدم که خود چوبوره بیشتری داشته باشیم. امیدوارم که هر چه زودتر اینم ساخته بشه. ببینید داستان از چه قراره. میتونم یه کاری کنم بچا، یه چیزی داره به ذهنم میرسه. ما اینجا فنس داشتیم دیگه، درسته؟ میتونیم از فنسامون استفاده کنیم. مثلا تو
توی این حالت بگم از اینجا منابع جمع کنید. بذارید بچه من خوب به این قضیه نگاه کنم ببینم تا کجا قرار بیاد. خب رنجش خیلی زیاده. شاید بچه این همه نیاز نداشته باشیم. بذارید ببینم کجا رفتش. ببین این قضیه رو یه خورده ادامه بده. همینطور از اینجا تا این حالت میتونیم بکشی. خب یه دونم تا اینجا بیاریمش میتونه کافی باشه. فکر کنم بچه ها بهتر که یه خورده از اینجا باز بذاریم که راهش رو بسته نشه. مثلا میتونیم تو این حالت بذاریمش. خب فکر کنم بچه ها تو این حالت کاملا اوکی باشه و اگه موافق باشید بگید خورده فرد خود اینو درست کنیم. بگیم که تا کجا بکاره. خب این از این یه کچوله هم میتونید بیاد این ورتر. یه خورده هم باید از اینجا کم کنید توی این حالت. حالا بچه ها ببینید ما گندم مورد نیاز رو جمع کردیم. مثلا اینه که قرار کجا آرد به دست بیاریم. ترجیح میدم اینم توی این حالت بسازمش. شاید آره اینجا خوب باشه یا میتونیم رو بچسبونیم به اینجا. خب صد تا از همون طلا میخواد، دوباره از همون ابزار میخواد و منابش رو داریم بچه ها. نه با مشکلی پیش بیاد ولی خب درآمدم داره منو نگران میکنه. درآمدم داره منو نگران میکنه. اگه اینجوری بریم جلو احتمالا برشکست در بیاریم. اگه میتونستم بچه نون بپزم میتونستیم مواد غذایی متنوعی داشته باشیم. چی شد اینجا؟ یه کار دیگه برامون دارن. گفته که به پادشاهی دوباره منابع بفرست، میوه بفرستیم. خب من همچنان ترجیح میدم که به مردم کمک کنم. زمانش رو خب بچه زیاد داده و ما 30 روز زمان داده. یه کاری کنید دیگه بچه ها، یه کاری کنیم. من ترجیح میدم به این تاجره چیزی دیگه نفروشم. زیاد به نظر روز جالبی نیستش. خب چیزی نفروشید و از این لحظه به بعد هر میوهی که به دست بیاریم بس سعی کنیم که انبارش کنیم. دوباره کارگر جدید بهمون ملحق شدش. کجا از این کارگر کار بکشم؟ موندم. میتونی اینجا رو فعلا برام میوه خود جمع کنی بعدم یه توی این آسیا برام کار میکنی. چه شد اینجا؟ این آماده نشد؟ داره به آخرش میرسه. به زودی قرار از اینجا استفاده کنیم. به زودی امیدوارم که این قضیه اوکی بشه. خب آیا چیزی نمیخوای برامون بکاری؟ 15 تا توی انبارمون گندم داریم ولی به نظر میاد چه زیادی نباشه. ببینم یا میتونی کوچولو بیاریم ورتر. الان به نظر میاد خیلی هم بهتر شده باشه و محبوبیت و مچ خوشحالی مردم 100% رسیده که این باعث میشه که بتونیم افراد بیشتری جذب کنیم. پسر فوق‌العاده عالی هستش. اینو چرا نمیسازم؟ من موندم تخت سنگوشم که داریم. اوه بچه به نظر میاد یه چیزی داریم. خب ما به کمک نیاز داریم مای لورد سرورم. من سربازام آماده میکنم که بفرستمشون. بذار من در مورد این قضیه فکر کنم. یا من سربازام فقط به خودم خدمت میکنم. من سربازام که آماده نیستن هستم. باشه من سربازامو میتونم بفرستم. چند روز بهمون زمان داده. یکی دیگه هم دوباره فرستاده. من یه بار میتونم این کار رو انجام بدم دیگه. نمیتونم که چندین بار همچین حرکتی بزنم. چند تا سرباز میخواد؟ چیزی در مورد تعداد سربازامو بهمون بچه نگفته. تعداد سربازا رو بهمون نگفته. بذار در مورد این قضیه فکر کنم. اینجوری نمیشه. ما باید هر چه زودتر بچه اینو بسازیم. ما بدونیم من اصلا نمیتونم کاری کنم. زود باشید دیگه. یه خورده به من میوه بدی. چه وضعشه؟ چرا میوه ما زیاد نمیشه؟ سه تا کارگر اینجا دارم پس. این مارکتمون داره میوه رو میفروشه و اگه اینجوری بریم جلو من نمیتونم میوه‌ای که پادشاه خواستن رو بهشون تحویل بدم. بچه جدا به این منابع نیاز دارم. الان ببینید پولمون داره دیگه تموم میشه. من راه چاره‌ای نمیبینم. کافیه که این ساختمون بسازیم ببینیم که همه چی دیگه تموم شده. آسیا به کاش نمیساختم اینجا. هر چه زودتر کیپو اینجا میساختیم که میتونستیم سربازا رو بگیریم. شاید دیگه زمانش باشه که خود مهندسای بیشتری استخدام کنم. دوباره تارجر داره به سمتمون میاد. باشه مشکلی نیستش و خونه های زیادی اینجا داریم. از یه دوست دارم. بهتر که بچه دیگه خونه نسازیم. کلا اینجا خونه نسازید دیگه. تو این قسمت احتمالا برای پختن اونم یه خود به زمین نیاز داشته باشیم و اینم آماده شدش. پسر روزای خوبی نیستش. پولمون منفی خورده. همینطور دارم میبینم که من میوه زیادی نتونستم جمع کنم. نمیتونم میوه پادشاهو بهش بدم. همینطور ما نتونستیم سربازه پادشاهو بفرستیم. اگه این قضیه رو نتونم اوکی کنم رابطه‌ام با پادشاه منفی میخوره. پسر چه روزای بعدی. لطفاً این برج رو بسازید. من هر چه زودتر به این نیاز دارم. یکاش بچه‌ها خود سادهش میکردیم. خیلی طول کشید ساختن این. فعلا ترجیح میدم چیز دیگه ای نسازم. ببینم داستان چی. آیا این اوکی میشه؟ زود باشید دیگه داری چیکار میکنید مفخورا. ایول بالاخره ساخته شدش و آیا میتونیم؟ بله بچه ها نگهبان ها رو استخدام کردیم. کنن دوتا نگهبان دارم. آیا میتونم تعداد کارگرم رو بیشتر کنم؟ زود باش از یه جایی بهم نگهبان بده. اگه بخوام سربازامو بفرستم گفته با این تعداد احتمالا نتونیم موفق باشی.
با این تعداد نتونم موفق بشم که نشد که. از کجا من جمعیت بیشتری به دست بیارم؟ اینم که حالا اوضاع منابعمون هستش. بچه ها تجارت کردن داره ما رو برشکست سر میاره. بذارید اینجوری بهتون بگم چی شده اینجا؟ بالاخره بچه ها بالاخره میتونیم سبزیجات و اینجور چیزا بکاریم که الان ببینید این گلو بچه ها باعث میشه که مردم خوشحال بشن. بیا سعی کنیم که فوری بیشتر از اینا بسازیم. یکی اینجا بسازیم، یکی اینجا بسازیم، حالا یکی هم میتونه اینجا باشه. خب تو این حالت همینطور اینجا زیاد شاید بچه ها محبوبیتمون زیاد نکنه، ولی همچنان یه کوچولو شاید بتونه به مردمون راحتی بده. یه کوچولو. آیا این قضیه درست شده؟ بذارید ببینم. نه اون همی که باید درست میشد، ولی میتونم بگم که بعد نیستش. آره میتونم بگم که بعد نیستش. دوباره پروموت داریم. متاسفانه من پول ندارم که بچه افرادمون رو پروموت کنم و بزنیم تو کار ماهیگیری. خیلی دوست داشتم که ماهیگیری کنیم ولی پولش رو ندارم. گفته شانس موفقیت آمیز بودن این قضیه با دوتا سرباز ایمپاسو با بچه ها غیر ممکنه. بعد یه خورده دیگه صبر کنیم. بیاد ببینیم چه چیزی برای ساختن داریم. آیا ما میتونیم دیگه نون بپزیم؟ 20 هم ابزار میخواد. ابزار داره ما رو برشکست در میاره. خب اینو ترجیح میدم مثلا توی این حالت بسازم نزدیک اینا. دیگه مستقیم قرار نونو از اینجا بپزیم. ببینید بچه ها خب اینجا میسازمش توی این حالت. متاسفانه پولشو نداریم پس فعلا اینجا باشه. ببینیم بچه ها از اینجا قراره گندم بکنیم، از اینجا قراره آسیاب بشکنیم و از اینجا هم که قراره آردو تحویل به نونواییمون بدن. خب به نظرم روند خوبیه، روند خوبیه. همچنان نتونستیم میبر اوکی کنیم. نمیدونم ما اینجا یه مچه سه تا کارگر داریم. دیگه چند این مغازمون داره میفروشه؟ 30 تا این هفته فروخت و فقط بچه 30 تا این هفته. 32 تا مارکت درآمدش خوبه. اگه میتونستم منابع هزینه رو یه خورده بیشتر کنم عالی میشد. آیا تاجر ما میخواد که گندم از زمون بخره؟ تاجر گندم؟ نه بچه خبری از گندم نیستش. اگه میتونستم یه خورده برم جلوتر میتونستم بهشون نون بفروشم که قیمت خیلی بیشتری هم داره. نگهبان بچه ها نگهبان هم اگه نفرستیم دیگه رابطه هم با پادشاه فوق العاده بد میشه و نمیتونم اینا رو فعال کنم. این بچه این رابطه هم با پادشاه هستش. الان میتونیم مثلا دیوارهای سنگی یا دیوارهای چوبی رو انتخاب کنیم. ای کاش میشنش رو قبول نمیکردم. اگه میدونستم اینجوریه نمیتونیم با سه تا نگهبان همچین حرکتی بزنیم که خود قبولش نمیکردم. اینجا هم که داریم نگهبان اونا میبینیم. یا این نگهبان نیست، شبیه هر چیزی هست جز نگهبان دختره. آره دیگه دختره. آیا ما نگهبان نداریم اینجا؟ چرا نمیام بیرون نگهبانی بدم؟ بیاید بیرون بابا خجالت بکشید. میتونم یارم بسازم. بذار ببینم چی دیدم اینجا. او اینجا رو میگم من پرچم رو دوست دارم. خب یکی اینجا میسازم، یکی ترجیح میدم اینجا بسازم، بعدش یکی دیگه اینجا، یکی اینجا. نه یه سه تا خیلی زیاد، یکی دوباره اینجا، یکی هم اینجا. خب یه خورده محبوبه چرخونیم. فکر کنم این حالت بد نیستش. اینا رو کجا میتونم بذارم؟ اینا رو کجا میتونم بذارم؟ یکی هم دوباره بالا سرش. خب خیلی خوبه، خیلی خوبه بچا. همینطور میتونیم اینجا رو گسترش بدیم. چه جالب، یه کوچولو به چرخونی. آره بچا میشه اینجا رو خود گسترش دادش و حتی شاید تونستم یه قلعه نظامی بسازم. حالا بریم جلوتر ببینیم آیا تختامون بیشتر میشه که تعدادش هم خیلی زیاده. نمیخوام اینجا چیزی بسازیم. بیاید بریم این قسمت. دوباره دو تا کارگر جدید بهمون ملحق شده. خب این از 6 تا نگهبان، این از 6 تا نگهبان. بگو که نه ای بابا دوباره این پاسور. حالا من اینا رو میفرستم ببینم داستان شهره. سربازا رو آماده کنید. باشه من پایه هستم. همه اینا رو بفرستیم. بهشون میدونم شمشیر بدیم. یکی دیگه دوباره شمشیر، یه شمشیر دیگه، یه شمشیر. و بله بچه‌ها احتمالاً بتونیم این قضیه رو اوکی کنیم. با 5 تا سرباز گفته که احتمال و شانس ما خیلی بالا هستش. خب نگهبانا رو بفرستیم ببینیم داستان شهره. دوباره یه میشن دیگه بهمون داده. ترجیح میدم صبر کنم ببینم بچه ها میتونیم این قضیه رو موفقیت آمیز حل کنیم. اگه حل کنیم امیدوارم که پادشاه به ما این خورده پول بده. میوه هم که نمیاد بالا. چند بار بگم یا خود نمیدونم چرا اینجوری شده بچه. اصلا انگار ما میوه دیگه تولید نمی کنیم. مارکتمون داره خیلی میفروشه. میدونی بچه ها یه نوع غذا داریم. همین قضیه داره دستمو میبنده. باید سعی کنم که خود حضور بهتر کنم. اینجا هم که انقدر گندم برداشتیم که جایی نمونده برامون. ظرفیت انبارمون هم بچه ها به نظرم 400 تا هستش. 400 تا خیلی زیاده. نه مشکلی داشته باشیم. من هر دو که شده میخوام این پارتی رو بسازم. بزنیم تو کار تولید نون. از این منم که پول مورد نیاز اوکی کنیم و دیگه از اینجا هم ماهیگیری کنیم و در واقع سه نوع غذا به مردمون بفروشیم. چی شده؟ دوباره بچه یه نماینده داره به سمتمون میاد و خبری از نگهبانامون نیستش. چیکار کردم یا؟
امیدوارم که موفقیت آمیز باشه. راهشون خیلی دوره. نماینده داره میاد. امیدوارم که از همون چوبی چیزی بخواد بشه. چون من فقط چوب دارم. همیشه شده است این مرد. من نمودش بگو. مردم گوشته هستن. سرورم گوشته هستن. چه کنم من؟ بچه میتونیم براشون نون بپزیم؟ خودش هم 200 گفته به ما طلا میده. همچنان من حزب مردم انتخاب میکنم. چند روز بهمون زمان داده؟ هولی شت بچه ها کلا 15 روز زمان داده. یه کاری کن. اینو شاید بهتر بشه که تعطیل کنی یا میتونم بگم که اینو اینجا خب انبار کنه. بچه ها میخوام بگم که یه از اینجا بعد هیچ کنه میوه به این تحویل نده و مستقیم رو به پادشاه بفرستیم که بتونیم 200 طلا رو بگیریم. زود باش به سردی خورد. ای بابا این که باز اینو آورد اینجا چیکار کنم؟ من چجوری میتونم بگم که اینو نفرسته؟ من میخوام همشو اینجا انبار کن دیگه. من مارکت رو از اینجا کنسل میکنم بچه ها. مردم میتونن چند روز گشنه باشن. آره مردم میتونن چند روز گشنه باشن و این دیگه قرار نیستش اینجا کار کنه. فروختنشو کلا بیخیال میشم. یه دونه روستایی اینجا داریم. روستایی میتونه کجا کار کنه؟ من چیکاری براتون ندارم. ببینم بچه‌ها این تاجر چه چیزی ازمون میخره. تاجر گفته که خب تخته ازمون میخره بچه‌ها. پس اگه موافق باشید بزنید کار فروختن. حالا بالای 20 رو میتونی بفروشی یا مثلا بالای 30 رو میتونی بفروشی. آره اگر رو بفروش بره و امیدوارم که پولی به جیب بزنه. من انتظار نداشتم که همچین کوئستی بهمون بده که این همه واجب باشه که اینجا بسازیم. نمیدونم بچه‌ها فکر می‌کنم توی 13 روز بتونم اینو بسازم. نمیدونم 27 تا داریم اوکیش می‌کنیم. داریم اوکیش می‌کنیم. یه خورده سخت تلاش کنید فقط. پسر یه خورده بیشتر تلاش کنید میتونم یه تحویل بدم. اما نگو به خاطر وای بچه‌ها چون غذا نداریم مردم دوباره ناراحت شدن. هیچ دسترسی به غذا ندارم. 28 باشه یه خورده صبر کنید مردم. ببینیم بچه‌ها چجوری محبوبیتشون اومد پایین. یک کوچولو تحمل کنید و ما تونستیم ببریم. ولی به نظر میاد سربازه ما خیلی کمک کرده بهشون که بتونه همسایه شیطانیشو شکست بده پادشاه. خیلی هم عالی. حالا گفته که ما دوباره به کمکت نیاز داریم. گفته که پول خوبی به ما میده ولی احتمالش هستش که این از یه موفقیت آمیز نباشه. شاید یه وقت دیگه. الان نمیتونم این قضیه رو اوکی کنم. یه دوباره با این صحبت کنیم. دیفکالتی ایزی هستش. احتمالاً بتونیم بچه‌ها این قضیه رو اوکی کنیم. خب اینا برنگشتن؟ چرا برنگشتن؟ گفته که سربازا دارن برمیگردن. اوکی بچه مشکلی نیستش. امیدوارم که هر چه زودتر برسن که بتونم اینا رو تحویل بدم. زود باشید. آیا میوه مورد نیاز اوکی شدش؟ خب بچه ببینیم تحویل بدیم و حالا تو میتونی کار کنی. اینم از اینجا بزنیم بچه بسازن. امیدوارم که هر چه زودتر ساخته بشه. بچه نگهبانامون اومدن و اینجا رو ببین چه چیزایی آوردن برامون. ابزار برامون آوردن، سنگ آوردن، این چیزی که آهن آوردن. همینطور ما اینجا نون داریم بچه. وای باورم نمیشه. نون از 300 تا هم سکه 380 تا سکه. وای جدیدن چه خوبه، چه سودی داره. آقا هرچی سرباز دارم، هرچی سرباز دارم. یکی رو مجروح شده، یکی از سربازان مجروح شده و همینطور نظر ما کشته داشتیم. خب با اینا که نمیتونیم کاری کنیم. باید سعی کنیم که این مجروح همون اوکی بشه. چی شده پس به نگهبانامون؟ یه دونه کشته داشتیم بچه. متاسفانه این زیاد خبر جالبی نیستش. و اگه موافق باشید ترجیح میدم که نوناشو براش بفرستم. خب چرا نمیفرسته؟ نکنه توی انبارمون چیزی نیست؟ آها توی انبار چیز نیستش. خب پس نگهبانامون اینجا داریم میبینیم. شمشیر به دست هستم. دمشون گرم. امیدوارم که هرچه زودتر هم به این رسیدم و بفرستیمشون. مرسی مرسی بچه ها. چی میتونم بگم؟ خزانمون پر از پول شده که این خبر خیلی خوبی هستش. آیا کارگر بیکاری داریم؟ بله این کارگر داریم. میگم که بچه نون بفروشه. ببین بچه نون فروختن چه سودی داره. دوباره باید نگهبان بفرستم براش. میتونم شمشیر بخرم؟ از کجا میتونم شمشیر بخرم که به پادشاه سربازه بیشتری بفرستم؟ ما فعلا نتونستیم رو باز کنیم. گفته برای این قضیه ما نیاز به چی داریم؟ لباس داریم؟ کارگر جدید. از کجا میتونم لباس رو کیک کنم؟ چیزی در موردش نگفته نه؟ اگه میتونستم لباس تولید کنم خیلی عالی میشد. بچه باید آهنگری هم بسازم. اینجوری میتونیم دیگه سلاح مورد نیازمون رو خودمون تولید کنیم. ببخشید سلاح که نه، ابزار مورد نیاز. قضیه ناراحتی مردم هم که حالا داره درست میشه. همینطور بعد شما اینجا داریم به مردم نون میفروشیم که سود خیلی خوبی داره. ببین بچه ها ما با این چیزی که اینجا راه انداختیم میتونیم نون فوق العاده زیادی تولید کنیم و از هر دو طرف بچه ها
احتمالاً سود زیادی بشه در آورد. آره. خب بچه ها نظرتون چیه؟ اگه موافق باشی که ادامه‌شو میتونم براتون فردا یا پس فردا بذارم. مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. اگه دوست داشتید میتونید یه لایک محکم بکوید که انرژی خیلی 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 خوبی به من میدم. همینطور میتونم بگم که بچه ها اوضاعمون زیاد بد نیستش. فن نگهبانمون داریم میبینیم که اینجا دارن پاترول یا نگهبانی میدن و همینطور اینجا برج بلندمون رو داریم که پسر با این من واقعا حال کردم. سود جنگیدن مثل همیشه فولاد عالیه بچه ها. سود جنگیدن فولاد عالیه. خلاصه که بازم مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. فعلا تا ویدیو بعدی خدا نگهدار دوستان.